کلام خداوند میگه در روزهای آخر قدرت دولتمند تاریکی در ایران شکسته خواهد شد. یک بار دیگه عرض کردم محمد رضا شاه، رضا شاه قدرت تاریکی نبودن، حتما اونام اشتباهاتی کردن، انسان بودن، اما قدرت تاریکی نبودن. این قدرت، قدرت تاریکیه، چون باعث تباهی و فساد در دنیا شده، گذشته از ایران، باعث خرافات شده. خدای حقیقی رو از ایرانی ها گرفت و نام الله که خدا نیست و بت بود رو معرفی کرد و این باعث بی برکتی است. درسته که خداوند هیچ موقع با آنچه که ما نمیدونیم ما رو تحت داوری قرار نمیده، اما امروز دیگه باید بدونیم. روی اینترنت میرید چقدر چکار کنی لاغر شی، چکار کنی سالم بشی، چقدر ما روی زمین هستیم. وای بر ما روی اینترنت نریم آگاهی نسبت به خدای حقیقی پیدا کنیم. چرا اینترنت رو گذاشیم فقط برای اینکه بازم روی زمین چگونه میتونیم ثروتمند بشیم، چگونه زندگی سالمی روی این زمین داشته باشیم؟ آسمان رو میخوایم چه کار کنیم؟ به فکر آسمان هستیم. پس خدای حقیقی رو باید کشف کرد و با اون رابطه داشت، نه اینکه مذهبی بشی، برای اینکه قرار شکل خدا بشی، کامل بشی، با خرد و حکمت نیز زندگی کنی. دانیال رویا رو داشت، ما هم رویا رو داریم که روزهای آخر این قدرت تاریکی شکسته خواهد شد و ایرانی ها به آواره جهان خواهند شد که شدیم. اینو کلام خدا میگه، من نمیگم، اما میگه در انتها خدا ایرانی ها رو دوباره به ایران برمیگردونه، بر قلب ایرانی ها سلطنت خواهد کرد. و من ایمان دارم اگر شیطان 1400 سال پیش حمله کرد و اون عشق و محبت و حقیقت رو از ایرانی ها گرفت، حالا زمانش هست که خدا مطابق فیضش میخواد حقیقت خودش رو بر ایرانی ها آشکار کنه و ایرانی ها از این به بعد سفیران صلح در جهان باشن و نه ترور باشن، آنچرا که متاسفانه جمهوری اسلامی مشخص کرد. بله، من دانیال وقتی این رویا را دیدم 3 هفته ماتم گرفتم. در این مدت نه غذای لذیذ خوردم، بله، و نه لب به گوشت و شراب زدم و نه موی خود را شانه کردم. در روز 24 ماه اول سال در کنار رود بزرگ دجله ایستاده بودم. وقتی به بالا نگاه کردم ناگهان کسی را دیدم که لباس سفید کتانی پوشیده و کمربندی از طلا به کمر بسته بود. بدن او مثل جواهر می درخشید، رویش برق می زد و چشمانش همچون شعله های آتش بودند. که دانیال دعا کرده، 40 سال دعا کردیم، دعا کردیم، دعا کردیم، روزگار ایران بدترم شد، چون دعامو مشخص نبود. ما دعامو رو مشخص نکردیم هم بدن. حالا 8 ماه کلیسای پرستمی مسیح مشخص کرده، قدرت شفا رو خدا به من و شما داده که مسیح ایمان آورد و قدرت اینم داده که نهیب بزنیم روحای تاریکی برن. ما از این قدرت هم باید استفاده کنیم و ایمان داریم همان گونه که خداوند از مردان خودش و زنان ایمان محافظت کرد، از مردان امروز خدا و زنان ایمان استفاده خواهد کرد و محافظت خواهد کرد و از کلیسای خودش. این ایمان رو داشته باشیم. بله، 12 و 14. سپس به من گفت ای دانیال نترس، زیرا از همان روز اول که در حضور خدای خود. این جبرئیله، جبرئیل داره با دانیال صحبت میکنه. عزیزان چرا میگه نترس به دانیال؟ چرا؟ میشه بگید چرا؟ یک دو نفر من میگن چرا فرشته خدا به دانیال میگه نترس؟ چرا به یوشع میگه نترس؟ چرا به جدعون میگه نترس؟ چرا مسیح به رسولان میگه نترس؟ برای اینکه میترسیدن. نه، چون میترسیدن. بله، اگر چه لزومی داشت بگه نترس؟ میترسیدن، میگفت نترس. امروز هم میترسن خیلی از ایماندارا، ببخشید، خیلی از شبانان، ببخشید، میگه نترسید، قوی باشید، یک دل بایستید، مبادا بیشتر از این خونریزی بشه، برادر کشی بشه، ظلم و ستم بشه، به دخترها توی زندان تجاوز بشه، پسر مردم که با هزاران آرزو از خونه میزنه بیرون، بکشنش بگن خودکشی کرده. من و شما مسئول هستیم امروز. چرا؟ چون فرزندان خودیم، چون نور و نمک هستیم. نمیتونیم بی خیال باشیم با این واژه من سیاسی نیستم. ببخشید، عذر میخوام، من انسان نیستم، من حسی ندارم. برادرت، پدرت، مادرت، همسایت یه ذره سخت میگیره بهت، بهش میپری. ببخشید،
چطور شما نسبت به مردمت ایران بی تفاوت میخوای باشی؟ نه با این واژه بازی کنی، من سیاسی نیستم. مگه میشه؟ همه ی انسان ها سیاسی هم. سیاست یعنی اندیشه نیک به جای اندیشه بد. نمیتونیم بگیم ما سیاسی نیستیم. چرا رأی میدی؟ چرا میگی این بده اون خوبه؟ چون خدا این اندیشه رو به انسان ها داده که تفکر کنن و تشخیص خوب و بد رو بدونی. ما نمیتونیم بگیم ما سیاسی نیستیم. من میفهمم ما رو از سیاست و از مذهب خسته کردن دروغگویان، حیله‌گران، اما نمیتونیم ما بگیم ما به اینها بی تفاوت هستیم، هیچ موقعیتی نداریم از نظر احساسی. بله بفهمه. زیرا از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی که به تو دانش و فهم بدهد، درخواست تو قبول شد. واو. و خدا همان روز از مرا از همون 8 ماه پیش درخواست ما رو خدا قبول کرد. من ایمان دارم، خیلی مخالفت پا کردم، من ایمان دارم خدا قبول کرد که دیگه وقتشه این جمهوری اسلامی سرنگون بشه. حتی خیلی از عزیزان شبانان هستن، واقعا با تمام دل دارن خدا رو خدمت میکنن، اما تا چقدر خدمت هست تو تلویزیون به مردم؟ آخونده کنار ما بود، سر ما رو کلاه گذاشین، کشیشا از پشت تلویزیون چگونه میخوان با مردم رو خدمت کنن و سرشون کلاه نذارن؟ مردم نمیتونن اینو بفهمن. زمانی شده که هر کسی ادعای خدمت میکنه باید توی کشور ایران خدمت کنه تا مردم ببینن، لمس کنن آیا خدا اون بالا نشست گفت لنگش کن. ما ایماندارا این ایمانو داریم که عیسی مسیح جسم برتن کرد و بر روی زمین اومد تا همه خدا رو لمس کنن، عشق خدا رو، محبت خدا رو لمسش کنن. من تا کی میتونم از توی آمریکا پیام بدم خدا محبت است؟ اونم دیگه به پدر منو دارن اینجا در میارن. اون خدای تو کو؟ زمانش که رسول رو ببینن، زندگی رسول رو ببینن، با خادم خدا، با ایماندارا رابطه داشته باشن تا مسیح نیز در زندگی اونها هویدا بشه. و جبرئیل داره اعلام میکنه که تو زمانی که دعا کردی خدا دعای تو رو شنید. این رو بدون، خدا دعای تو رو میشنوه وقتی که اعلام میکنی، چون دیوار رو مسیح روی صلیب برداشت تا بین من و خدا هیچ چیزی دیگه نباشه. ما خودمون کاهنین هستیم. بله. و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. اما فرشته‌ای که بر کشور پارس حکمرانی می‌کند 21 روز با من مقاومت نمود و مانع آمدن من شد. 21 روز. می‌خوایم 21 روز دعا روزه کنیم. فرشته‌ای که داره میگه شیطان. میگه فرشته پارس. شیطان است. که 1400 سال هست که ایران رو به اسارت برده و حالا با این 21 روز دعای من و شما اون دور خواهد شد، نهیب زده خواهد شد که پاک بشه کشور ما از آنچه که از طرف شریر بوده. بله. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم خداست به کمک من آمد. من توانستم به اینجا بیایم و به تو بگویم که در آینده برای قوم تو چه حادثه‌ای رخ می‌دهد، زیرا این رویا را که دیدی مربوط به آینده است.